زندگی شما، کشیدگیش در بین شما، عدم وحدت و یگانگی در بین شما، باعث ضعف و ناتوانی شما در عرصه های مختلف از زندگی، چه مسائل اقتصادی، چه مسائل اجتماعی، چه مسائل خانوادگی، چه مسائل در سطح دنیای بیرونی و در بین مملکت شما میگردد و در بین جامعه اسلامی میگردد. همچنان فرموده است انما المؤمنون اخوتن فصلحوا بین اخویکم، مسلمانان با هم برادران و خواهران هستند. مجموعه از با سلام دوباره حضور هموطنان و بینندگان گرامی و فرهیخته، دنباله بحث وحدت و نیازمندی مردم ما و جامعه ما را خدمت حضور شما دنبال میکنیم. دوستان عزیز، این یک واقعیت و امر مسلم و واضح و آشکار است که زمانی که ما وحدت و یگانگی نداشته باشیم، کشورهای بیگانه و امسایه های پرتما چشم بر کشور و سرزمین ما خواهند دوخت و اونا بر اصل اساس ضرب المثل مشهوری که از مدت ها به این طرف ما شنیدیم که تفرقه بینداز و حکومت کن، آرزو دارن که در بین جامعه ما نفاق و شقاق و دودلی باشد که تا بیگانگان جهت رسیدن به آرزوهای شومشان نائل آیند. و علام اقبال میگه که من شنیدستم زنباز حیات، اختلاف توست مقراز حیات. واقعا که اختلاف و دگانگی و کینه و عداوت در بین مردمان یک سرزمین باعث ایجاد رخنه در زندگی و حیات آنها خواهد شد و بیگانگان از این اختلافات و کشمکش ها استفاده برده و سرزمین و حیات آن سرزمین و آن مردم را به خواری و مذلت مبدل خواهند ساخت. و این را هم اعتراف داریم که در هر سرزمین انسان‌های فرهیخته، اتحاد خواه، دلسوز، شریف، وحدت آفرین موجود است. همچنان در هر سرزمین انسان‌های نفاق برانگیز، کینزا، دشمنی ایجادگر نیز موجود است. اما ما معتقد هستیم که انسان‌های فرهیخته، شریف، دلسوز، بندگان خاص خدا آنهایی هستند که با وحدت و یگانگی، اتفاق و اتحاد دعوت میکنند. اما آنهایی که به نفاق و دوگانگی، چندگانگی، دشمنی و عداوت مردم ما را میکشانند، اونها را دشمن واقعی فرد فرد جامعه و مردم خود میدانیم و معتقد هستیم که انسانهای فرهیخته آن شیران خدا هستند که در روحشان، در جسمشان روح خدایی است و آنهایی که مردم را به نفاق و شقاق و دودلی و کینه و عداوت و دشمنی دعوت میکنند، در وجود آنها اندیشه های شیطان وسوسگر است. جان حیوانی ندارد اتحاد به قول حضرت مولانا، تو مجو این اتحاد از نفس باد، تفرقه در روح حیوانی ببد، نفس واحد روح انسانی ببد، جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد ارواح شیران خداست. دوستان عزیز، بیایید صادقانه با خود، با خانواده خود، با جامعه خود، با مردم خود و با خدای خود در مورد این که چه علت و سبب و علل باعث نفاق و شقاق در زندگی و حیات جمعی ما شده که ما مردمی هستیم نه سرزمین بسیار کلان و فراخ، بلکه سرزمین کوچکی با دین واحد، اندیشه واحد و افکار واحد و فرهنگ واحد، منافع مشترک، افتخارات واحد و یگانه. چه علتهایی باعث شده که ما را به روز سیاه تباهی کشانده؟ عدالت اجتماعی 100% در جامعه ما قائم نیست. رشوت، اختلاس و بیبندباری حاکم است. همچنان
استقلال سیاسی واقعی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. همچنان رفاه اقتصادی از سرزمین ما رخت بستند. امنیت و صلح و ثبات در سرزمین ما وجود ندارد. چرا؟ علتش چیست؟ بیایید همچون انسانهای فرهیخته دلسوز علل و انگیزه های این نفاق و شقاق را با فراخ حوصلگی، با صمیمیت، با فرد فرد هموطن خود کاوش کنیم. شاید هر فردی از هموطنان عزیز نظریات مختلفی در باب علل نفاق و شقاق و پسمانی و عقب ماندگی مردم ما پیش خود داشته باشند، ولی ما من حیث یک فرد هموطن شما آنچه که تصور دارم، آنچه که فکر میکنم، چندین علت را در جهت عقب ماندگی و کشمکش و نفاق در جامعه خود میدانم و آن این است که یکی از علل افتراق و دوگانگی و جدایی در بین مردم عزیز و شریف سرزمین ما همانا کشش های قومی، منطقوی و زبانی است. اگر ما از این تار پود عنکبوتی کشش به سوی قوم خاص، زبان خاص و منطقه خاص بیرون شویم، تمام اقوام را برادر خود، دوست خود، هموطن خود، شریک در منافع خود و شریک در مزلات خود و شریک در غمها و اندوهای خود بدانیم، ما از یک مرحله عبور کردیم و از یک مرحله انجماد و از یک مرحله افتراق به مرحله وحدت رسیدیم. اگر ما قوم خاص را پرستش کنیم، زبان خاص را پرستش بکنیم و دیگر اقوام هر قومی که باشه احترام نگذاریم، یعنی که ما در شقاق هستیم. اگر ما به نسب خود، به پدران و اجداد خود تنها افتخار کنیم، پدران و نسب و اجداد دیگر را نکوهش نماییم، کار خیری را انجام ندادیم. دین ما را از اینکه تنها اجداد خاص خود را توصیف نماییم منع کرده است. نسب پرستی را قرآن پاک و اندیشه دینی ما منع نموده است. حضرت علامه اقبال میگه که گر نسب را جزو ملت کرده ای، رخنه در کار اخوت کرده ای، در آن صورت است که در جهان آواره ای، بیچاره ای، وحدت گم کرده ای، بیچاره ای. چنان که خدمتتان عرض کردیم، ما از یک نفس واحده به وجود آمدیم. اگر ما افتخار به قوم و نژاد و پدران خود نماییم، پدران دیگران را که هم نژاد ما، هم وطنان ما، عزیزان ما هستند نکوهش نماییم، در حقیقت ما یک استدلال غیر واقعی و یک استدلال شیطانی را پیشکش نمودیم که باعث نفاق و شقاق در بین هموطنان عزیز و ارجمند ما میشه. استدلال واقعی این است که آن انسان فرهیخته، آن انسان وحدتگرا، آن انسان مسلمان کامل است که دارای تقوا باشه، از هر نژاد، از هر رنگ، از هر زبان، از هر منطقه که باشه. لحاظا ما به خاطر رسیدن به وحدت واقعی در وطن و مرهم گذاشتن به داغ و درد هموطنان عزیز خود، باید از گرایشات قومی، قبیلوی و منطقوی و حزبی به سوی وحدت قومی و همگانی بیاییم. یکی از علل دیگری که ما را به افتراق و چنگانگی تقسیم نموده و نتانستیم که ملت واحدی را در ادوار زمان به معنای واقعی کلمه بسازیم، عدم عدالت اجتماعی است. اگر ما بخواهیم به وحدت واقعی در سرزمین خود برسیم،